سلام به شما عزیزان و همراهان چنل دکتر جاوید در این ویدیو میخوام به دو تا موضوع اشاره بکنم یکی بحث تورم پروستات و روش های درمان اون در خونه و روش های پیشگیری اون و دوم بحث تکرر ادرار که گاهی مرتبط با پروستات هست و گاهی هم ربطی به پروستات نداره و میتونه هم در خانم ها باشه و هم در آقایون و کودکان بنابراین با من همراه باشید پروستات قده است به اندازه گردو در زیر مسانه قرار داره و در ساخت منی نقش مهمی داره و در تمام آقایون زمانی که تورم پروستاد دچار بشن که این باعث برخی نشانه ها و علائم میشه که اگر این نشانه ها رو بدونید خیلی کمک میکنه به اینکه شما آیا تکرر ادرارتون به خاطر تورم پروستاد هست یا علت دیگه داره که بعد من اشاره میکنم نشانه های تورم پروستات یکیش سوزش و درد هنگام تخلیه ادرار هست سوزش و درد هنگام انزال هست قطره قطره آمدن ادرار و تخلیه کامل نشدن مسانه و اینکه آقایون معمولا شبها چند مرحله بیدار میشن برای تخلیه ادرارشون که بعضی موقع هم دردهایی در ناحیه کشاله ایران و زیر مسانه به وجود میاد و اگر آزمایش هم بدن آنزیم به نام ای افزایش پیدا میکنه که اون آنزیم شاخصه نرمال کار کردن پروستات هست و میتونن از این طریق تشخیص بدن که پروستات دچار تورم و مشکل شده یا نه برای درمان تورم پروستات در طب نوین معمولا بیوتیک میدن بعض وقت جراحی هایی میکنن و از داخل تراش میدن که درد بسیاری هم داره و یک سری از داروهایی که بعضا اثر داره و بعضا برای خیلی ها موثر نیست و من روش هایی رو خدمت شما میگم در اینجا که نتیجه تجربیات چند ساله من هست و افراد زیادی از شر مشکل خلاص شدن و راحت شدن با همین دستوراتی که در این ویدیو خدمت شما خواهم گفت که بعضی هاش غذایی هست و باید ها و نباید های غذایی هست که چه چیزایی رو بخوریم چه چیزهایی رو نباید بخوریم تا دوره درمان تکمیل بشه و یک سری داروهای گیاهی و توصیه های دیگه هست که مجموع اینها یک پکیجی برای سلامتی پروستات هست و برای درمان تورم پروستات و درمان تکرر ادرار تحقیقات نشون داده که غذاها خیلی موثرن در پیشگیری از تورم پروستات و تجربه ما هم نشون داده که غذاها خیلی موثرن در درمان پروستات آنتی اکسیدان ها بسیار موثرا برای کنترل تورم پروستات پیشگیری از سرطان های پروستات حتی عزیزان در ابتدا مطالبی که خدمت شما میگم مربوط میشه به تکرر ادراری که ناشی از تورم پروستاد هست نه تکرر ادرار های ای که اونها منشأ دیگه ای دارن و این درمان ها و این خنک ایجاد و این مواد آنتی اکسیدانی که من خدمت شما میگم اینها اتفاقا تکرر ادرار رو افزایش خواهد داد. اینجا یک نکته ظریفی وجود داره که در واقع بایستی تشخیص بدیم تکرر ادراری که ناشی از تورم پروستات هست این نسخه ها براش جواب میده. تحقیقات موسسه ملی سرطان آمریکا نشون داد که آب انار میتونه کمک بکنه برای پیشگیری و حتی درمان سرطان. بنابراین چون یک خاصیت آنتی اکسیدانی داره برای کل سرطان ها از جمله سرطان پروستات بسیار موثره بنابراین آب انار رو توصیه میکنیم بهتون در فصلش روزانه یک تا دو لیوان مصرف بفرمایید و اگر آب انار براتون در دسترس دست نبود میتونید از خود انار استفاده کنید و به روش های مختلف دوناهای های انار رو خوب بجوید کلیپی در مورد انار ما گذاشتیم میتونید مراجعه بفرمایید اگر شرایطی نیست که انار و آب انار تهیه بکنید از رب انار استفاده بکنید به عنوان چاشنی کنار غذا خصوصا در افراد بالای 50 سال خیلی توصیه میکنیم که روزانه یک قاشق رب به انار استفاده بکنن هم جوان ساز برای کبد خوبه و هم باعث تقویت قوای جنسی میشه و کاهش تورم پروستات و مواد غذایی دیگه ای که آنتی اکسیدان دارن اینها هم بسیار خوبه مواد غذایی که ویتامین C دارن مثل لیمو ترش تازه مثل کلم بروکلی مثل انواع کلم ها،, این ها هم تحقیقات نشون داده برای این مورد سرطان پروستات و تورم پروستات بسیار عالی هست و غذای بعدی که میتونه کمک بکنه به عزیزانی که تورم پروستات دارن گوشت ماهی هست ماهی های ارگانیک و ماهی هایی که در واقع در دریاهای آزاد سید میشن اینها خیلی عالیه و تحقیقات نشون داده که یک رابطه مستقیمی بین اومگا 3 و اومگا 6 و کاهش تورم پروستات وجود داره علاوه بر انار میوه‌جات قرمز دیگه رو هم که سرشار از آنتی اکسیدان هست توصیه می‌کنیم در برنامه غذایی خودتون داشته باشید و به میوه‌جات به چشم یک داروهای زیبا و خوشمزه نگاه بکنید میوه‌جات قرمزی مثل آلبالو، گیلاس، توت سیاه، شاه توت و بلوبری و توت‌های خشک حتی بسیار عالی هم برای افرادی که دچار این مشکل هستند حتی گوجه فرنگی هم به خاطر داشتن لیکوپن توصیه کردن برای کاهش تورم پروستات که آب گوجه رو روزی یه لیوان بخورن برای افرادی که حالا این آنتی اکسیدان های مهمتر در دسترسشون نبود از گوجه فرنگی هم میتونن استفاده بکنن به جای اون میوجات قرمز اگر در دسترسشون نبود خب بریم سراغ نخوردنی ها چه غذاها و چه مواد غذایی رو ما نخوریم تا تورم پروستاتمون درمان بشه تکرر ادرار درمان بشه در ابتدا حذف کافئین از رژیم غذایی باید باشه کافئین موجود در چای در قهوه در نوشابه ها نخوردنی بعدی عزیزان که خیلی مهم هست و اگر بتونید یک ماه این رو انجام بدید تورم پروستاتتون بهبود پیدا میکنه قطعا به تجربه همین رو دیدیم بحث فرآورده های حیوانی هست و من تنها فرآورده حیوانی که گفتم در این رژیم باشه بحث گوشت ماهی هست ولی فروردهای حیوانی دیگر رو همه رو حذف بفرمایید از لبنی گوشتی، تخم مرغ، گوشت قرمز تمام مواد رو در رژیم غذایی این افراد حذف کنید به مدت یک ماه و این مشکلشون برطرف میشه و در رژیم غذاییشون از انواع سالات ها، میوه ها و سبزیجات و سوپ های گیاهی میتونن یه رژیم غذایی بسیار متنوعی داشته باشن با غذاهای گیاهی که هیچ مشکلی هم نداره ببینید عزیزان تورم پروستات معمولا ناشی از مصرف گرمیجات هست و زمانی که افراد گرمیجات زیاد مصرف میکنن و یا اینکه موادی استفاده میکنن که هورمون تستوسترون در بدنشون افزایش پیدا میکنه و اینها به اندازه کافی در واقع تخلیه ندارن همبستری ندارن و انزال صورت نمیگیره و خود این موضوع باعث تورم پروستات میشه بنابراین ما در رژیم غذایی این افراد توصیه میکنیم که غذاهای گرمی بخش و غذاهایی که پی اچ تری دارن کمتر استفاده بکنن و غذاهای با مزاج متعادل رو در واقع بیشتر استفاده بکنن که این توصیه نیاز هست یه مقدار آگاهی خودتون رو در مورد مزاج غذاها افزایش بدید با یه مقدار مطالعه و سرچ حتی در سایت دکتر گرین لایف هم میتونید مراجعه بکنید و این موضوع رو ببینید اگر تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده حس میکنید این ویدیو به درد بقیه هم میخوره یه کامنت کوچولو و یه لایک شما منجر میشه که این انتشار بیشتری پیدا خواهد کرد به دست افراد بیشتری خواهد رسید متشکرم بریم سراغ چند راهکار درمانی از منظر طب سنتی و گیاهان دارویی چند تا گیاه هستند که خیلی برای تورم پروستات عالی هستند و در دوره درمانی که من میدم به بیماران معمولا در این چهل روز این دستورالعمل ها رو اجرا کنن خیلی عالیه یکیش اینه رازیانه رو شروع کنم به مصرف کردن به این نحوی که میگم شب اول یک دونه شب دوم دو تا شب سوم سه تا شب چهارم چارتا تا و شب بیستم بیستا تا سیوم سی شب چلوم چل تا رازیانه رو بذارن تو دهان آرام آرام بجوند و قورت بدن این داروی اول رازیانه باعث کاهش ترشح تستوسترون میشه و کسانی که تورم پرستاد دارن اینها باید تستوسترون بدنشون کم بشه و این دارو رو در واقع برای خانم ها خیلی توصیه میکنم برای افزایش میل جنسی در خانم ها ولی من اینجا به تجربه شخصی خودم این رو استفاده کردم نتایج بسیار عالی هم ازش دیدم نسخه دوم تخمه کدو هست تخمه کدو تنبل یا همین کدو هایی که شما شب یلدا میخورید شب عید میخورید تو آجیلتون هست ولی به صورت خام مصرف بفرمایید و این خواص بسیار زیادی داره یکیش هم باعث کاهش تورم پروستات میشه گیاه بعدی پولک هست که بسیار عالی هست برای رفع عفونت های پروستات و عفونت های سیستم مجاری ادراری هم در خانم ها و هم در آقایون کاربرد داره نوشیدنی مناسب کسانی که پروستات دارن تورم پروستات دارن بهترین نوشیدنی و در دسترسترین نوشیدنی دم کرده لیمو امانی هست هر روز دو تا لیمو امانی رو دم بکنن و با اصل شیرین بکنن گرم گرم میل بکنن این نوشیدنی بسیار خوبه و باعث میشه که در واقع کمک بکنه به کاهش تورم و تخلیه بهتر مسانه و نکته پایانی عزیزانی که تکرر ادرار دارند ولی مشکلات پروستات رو ندارند به این نکته توجه بکنند اینها دقیقا برعکس قبلی هست یعنی مورد قبل تورم پروستات بایستی خونکی میخوردن اینجا بایستی گرمی استفاده بکنند کسانی که تکرر ادرار دارند چه خانم ها و چه آقایون اینها ناشی از یه قلبه سردی و شلی بافت مسانه هست که هر هشت ساعت روغن مالی کنن ناحیه مسانه رو با روغن کنجد یا روغن سیاه دانه خیلی خوبه شبها قبل از خواب دارچین دم کنن مصرف کنن و خورما و من در ویدیوی جداگانه به این موضوع پرداختم ویدیوی تکرار ادرا رو میتونید اونجا برید و ببینید دستور هاشو انجام بدید عزیزانی که قصد ویزیت حضوری دارند میتونن با شماره که در دیسکریپشن گذاشتن دوستان تماس بگیرن و در کشور عمان بنده در خدمت عزیزان هستم کسانی که میخوان خانوادگی تشریف بیارن در قالب تورهای سلامت برنامه‌ریزی شده و میتونن تشریف بیارن هم از کشور زیبای عمان دیدن کنن و هم ویزیت های ما و تیم ما رو دریافت بکنن با امید جامعه سالم و افرادی پرنشاد خدا نگهدار